سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، اخبار امروز سرخط رو تقدیم حضورتون میکنم. بانک مرکزی در برابر خشم غارت شدگان. گروه‌هایی از هموطنان غارت شده توسط مؤسسه حکومتی آرمان در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران مقابل بانک مرکزی رژیم در خیابان میرداماد تهران تجمع کردند و خواهان بازگرداندن اموال خود شدند. 6 سال اخاذی برای تحویل مسکن. در سنندج متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به واگذار نشدن واحدهای مسکن به آنها مقابل اداره راه و شهرسازی رژیم در این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان گفتند 6 سال است منتظر تحویل خانه هستیم. بارها از ما پولهای مختلف عقد کردند و حالا هم بدون رضایت ما اجباراً قرارداد را عوض کردند به 16 میلیون تومان نقد و 40 میلیون تومان وام. اعتراضات پیگیر برای حقوق چپاول شده. کارگران کارخانه منیزیم فردوس در خراسان جنوبی برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. فروپاشی 300 خانواده کارگری. جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی پارسقو در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و بلا تکلیفی بازگشایی کارخانه دست به تجمع در محوطه این کارخانه زدند. یکی از کارگران گفت علی‌رغم برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد، مدیریت این کارخانه پرداخت معوقات مزدی وعده بازگشایی کارخانه را نیز به دست فراموشی سپرده است و حقوق بازنشستگی هم بلا تکلیف است. بر روی پلاکارد این کارگران نوشته شده بود فروپاشی 300 خانواده کارگری. تحصن و اعتراض وسط خیابان. مالباختگان مؤسسه غارتگری فرشتگان با تحصن دست به اعتراض زدند. آنان در وسط میدان حمزه‌کلا تحصن کردند تا به این ترتیب صدای فریاد خود را به گوش همه برسد. دروغ دیگر از بانک مرکزی. غارت شدگان مؤسسه توسعه آرمان و کاسپیان مقابل دادسرای رژیم در خیابان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و همچنین پارچه نوشته هایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود مؤسسه آرمان پول ما را برگرداند. دروغی دیگر از بانک مرکزی. ساماندهی 90% سپرده‌گذاران مؤسسه مجاز کاسپیان بدون پرداخت حتی 1 ریال. مسدود کردن خیابان با آتش لاستیک. در کوهدشت غارت شدگان خشمگین توسعه آرمان ابتدا با آتش زدن لاستیک خیابان مقابل این شعبه را مسدود کردند. آنها همچنین در و پنجره و شیشه های این مؤسسه را با گل پوشاندند. سپرده های به یغما برده ما را پس بدهید. در رباط کریم غارت شدگان معترض واحدهای اعتباری موسوم به ولیعصر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار بازگرداندن سپرده های به یغما رفته خود شدند. در ایلام کشاورزان بخش مرکزی زاگرس شهرستان چرداول در مقابل استانداری رژیم در ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین شهر چند صد تن از کارکنان پتروشیمی در اعتراض به جلوگیری از ورود 8 تن از همکارانشان و به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل دفتر شرکت تجمع کردند. زندانیان زندان گوهردشت کرج شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند. رئیس حفاظت جنایتکار زندان به نام یوسف مردی و افسر جانشین به نام میرزایی و چند تن از پاسداران بند زندان به بهانه بازرسی به داخل بند 4 سالن 12 بند زندانیان سیاسی هجوم آوردند و اقدام به ضرب و شتم زندانی سیاسی رسول هردانی کردند. این ضرب و شتم باعث اعتراض زندانیان دیگر و فریادهای آنها با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه شد. میرزایی از کتک زدن و زدن شوکر دست بر نمی داشت
و از فرمان آتش به اختیار آقا تبعیت می‌کرد.